آقای مرداد گریبانی، شما رو میشنویم. اگر شما هم تجربه ای در مورد نوروز در زندان دارید بفرمایید. سلام و درود دارم خدمت دوستان عزیز و همه عزیزانی که در انقلاب هستند. من سال 95 زمانی که فکر میکنم 22 سالم بود، اولین باری که بازداشت شدم 7 بهمن 95 بود که بعد از بازداشتم به بند 2 الف سپاه منتقل شدیم. برای حدود نزدیک به 20 روز توی سلول انفرادی بودم و بعد از اون برای مدت 30 روز توی سلول 2 نفره و تاریخ فکر میکنم اگر دقیق باشه 28 اسفند ما، در شرایطی که همه تصور من و خانواده این بودش که در این بازه زمانی احتمالا با پذیرش وثیقه ما به قید وثیقه آزاد میشیم، من و حالا بقیه کسانی که در پرونده آمد نیوز و متهم بودند، بدون اطلاع به خانواده، بدون اطلاع به من، ما رو منتقل میکنن به بند 241 حفاظت اطلاعات قوه قضاییه. من قبل از اینکه منتقل بشم آخرین تماسم با خانواده 21 اسفند بود. آخرین در واقع حالا اون ملاقات تحت تدابیر شدید امنیتی هم برمیگشت به اوائل اسفند ما. اینا که دارم میگم مال سال انتهای سال 95 که متصل میشه به سال 96. بعد 28 بدون اینکه به ما بگن ما رو از بند خارج میکنن، با چشم بند میارن، لباسهای خودمون رو تنمون میکنن. من خب هیچ تصوری از این شرایط نداشتم، گفتم خب وقتی لباس خودمون رو تنمون میکنن احتمالا اینها مقدماتی است برای آزادی، و سوار ونمون میکنن و با ون انتقال میدن به بند 241، وارد یه اتاقکی میکنن که حالا اونهایی که در واقع توی بند 241 بوده باشن اون اتاق اتاقهای بازجوییشون بوده. یه تقریبا شاید نیم ساعت 40 دقیقه من توی اون اتاق میمونم بدون اینکه به من باز هیچ توضیح بدن. اتاقاشم به طرز خیلی فجیع اصلا هیچ جای تهویه‌ای نداره، درها درهای عایق سر و صدا است، اصلا هیچ نه صدایی بیرون میره نه هیچ کس هم اونجا نبود. واقعا من نمیدونم شرایط مثلا چه اتفاقی می‌خواست بیفته. بعد از تقریبا نیم ساعت 40 دقیقه که من اونجا بودم و به شدتم کلافه شده بودم، اومدن و لباس‌های در واقع مختص به بند 241 رو بهم دادن و گفتن اینها رو بپوش. و باز هم همچنان من سردرگم که نمیدونم چه اتفاقی داره، به حدود فکر میکنم ساعتم هلوش ساعت 7 شب بود، دقیقاً 20 این تاریخش رو یادم 28 اسفند ماه بود، یعنی تقریبا چند روز دیگه که حساب بکنید شما خودتون تو این شرایط تصور بکنید. منتقل میشیم به اونجا، هیچ کس هم نیست به ما توضیح بده. فرداش یه آقای اومد، یه پسر جوونی بود که حالا در موقع عضو تیم بازپرسی یا بازجویی حالا بند 241 بود، یه چند دقیقه با من صحبت کرد، اصلا نه اقدام به بازجویی کرد نه سوال خاصی پرسید و من احساس کردم مثلا مدلش اینجوری اومده که فقط اومده یه سر بزنه و بره و همین اتفاق افتاد بدون اینکه به من اجازه تماس بدن، بدون اینکه اجازه ملاقاتی بدن. من همینطور توی انفرادی موندم تا تقریبا بعد از تعطیلات عید. در طول این 12 روز نه بازجویی شدم نه ملاقات نه تلفن، یعنی واقعا یه حس بلا تکلیفی عجیب و غریب، یعنی آدم به یه درجه‌ای می‌رسیدم تو اون اوایل که گفتم اگر مثلا بازجویی انجام بشه حداقل آدم امیدوار به این میشه که آقا روند پرونده داره پیش میره، یه اتفاقی داره میفته. و این 12 روز هم گذشت توی شرایطی که هیچ اتفاقی نمی‌افتاد، در صورتی که من بعداً متوجه شدم اون بازجو میومده و از آدم‌های دیگه بازجویی می‌کرده و فقط از من بازجویی نمی‌کرد، به چه دلیلی من هنوز هم نمی‌دونم. بعد از تعطیلات عید اومد و یک جلسه صحبت کردیم و حد فاصل جلسه ای که اومد تا جلسه بعدی که بازجویی بکنیم، این اتفاقی که افتاد این بود که موضوع بازداشت من برای اولین بار توسط روح الله زم و توسط خانواده و دوستان دیگه که داشتم واقعا رسانه ای شد. آقای نوریزاد و دوست دیگری هم اومدن به منزل ما، یک تصاویری تهیه شد که این تصاویر رو بازجو در بازجویی به من نشون داد و به من گفتش که با عصبانیت منی که در 12 روز بدون هیچ بازجویی بدون هیچ اتفاق کنم در شرایط تو سن مثلا 21-22 سالگی برای اولین بار تجربه کردم این شرایط رو، به من اومده میگه که ببین چه اتفاقی افتاده، خانوادت رفتن چیکار کردن، کی رو راه دادن، برو همین الان تماس بگیر بهشون بگو که
دیگه این آدم رو راه ندن، ارتباط نگیرند و حرفی نزنند. منم اونجا دیگه، حالا اونجا من واقعا نمیدونم، شاید حماقت بازجو بود که اون عکسو که به من نشون داد، واقعا من یک انرژی روحی دوباره گرفتم. یعنی من احساس میکردم واقعا زورم به هیچ کس و به هیچ جا نمیرسه، واقعا انرژی گرفتم. به بازجو برگشتم گفتم که من تا امروز از شما درخواست تلفن کردم، به هم تلفن نداد. الان که این اتفاق افتاده دارید به من تلفن میدید. من اگر الان برم و تلفن بزنم، اولین کاری که بکنم میگم آقا من دست آقای نوریزاد رو میبوسم، تشکر میکنم که اومد و از حمایتش ممنونم و هر کسی هم که از من حمایت کنه ازش ممنونم. میخواید تلفن بدید من زنگ بزنم. که تلفن هم نداد و تقریبا فکر کنم یک هفته یا دو هفته بعد بود که دیگه با توجه به فشار رسانه‌ای که آورده شد، مجبور شدن که یک ملاقاتی دادن و دیگه اونجا توی ملاقات خانواده به من گفتن که دوستانت، کسانی که تو رو میشناسن، موضوع تو رو پیگیری میکنن و صدای تو هستن. و دیگه از اونجا به بعد تقریبا میشه گفت روال بازجویی‌ها، روال کاری که اونها میخواستن انجام بکنن کلی تغییر کرد. و این شرایط، حالا شرایط خاصی بود که من توی بند 240 یا در نوروز تجربهش کردم. من تقریبا فصل، حالا دوستان اینجا هستن که چند سال در زندان بودن، ولی من فصل‌های مختلفی رو که توی زندان تجربه کردم، هر کدوم شرایط خاص خودشو داشت. اما اون دورانی که من تقریبا میشه گفت 6 ماه 160 روز 160 روزی که انفرادی بودم، در اون 160 روز من سبز شدن برگ‌ها رو توی هواخوری بند 241 می‌دیدم، گل دادن گل‌ها رو می‌دیدم. دیگه به فصلی از سال رسیده بودیم که اون حالا فضای اطراف هواخوری 241 خب درختکاری شده بود، مثلا یه بخشش گردو داشته، بخشش توت داشته. حالا اینایی که میگم شاید بعضی فکر بکنن یعنی چه جای هتلی بوده، چه جای خوبی بوده، ولی خب تماما اینها یک فنسی وجود داشت که حائل میشد و نمیذاشت ما مثلا حتی نزدیک اون درخت هم بشیم. مرداد خب من تجربه کردم اینو. آره امیر سالار عزیز بس اونجا بوده دیده. اما اینا رو بگم، حالا البته نه این بخشش رو نمیگم، به صورت کلی میگم در همه بندهای زندان، حالا ما این تصور رو نداشته باشیم که همه آدمایی که اونجا هستن آدمایی هستن که ذات بدی دارن، آدمایی هستن که با کینه و با دشمنی رفتار میکنن. لابلای این آدمها آدمهای خوبی هم پیدا میشد که حداقل میشد تحمل کرد اون فضا رو. و واقعا آدمایی که توی اون شرایط سخت زندان با آدم اگر کاری از دستشون برمیومد، نمیگم لطف، نمیگم چیز، کاری که در حد وظیفه‌شون میتونستن انجام بدن انجام میدادن. از این آدم‌ها تو بند 241 خیلی بیشتر بود توی نسبت بندهای دیگه. و در مجموع میتونم بگم که تجربه نوروز تو زندان تجربه خاصیه، مخصوصا تو انفرادیش باشی و نه بازجویی داشته باشی نه ملاقات. اگر شاید تماس داشتم شاید شرایط سخت‌تر میشد، اگر ملاقات داشتم شرایط سخت‌تر میشد. اما به درجه آدم رو میرسونه که دیگه هیچ علاقه برای نوروز ندارم. یعنی واقعا هر سال که نوروز میاد، شاید من حتی اگر تنها باشم و دور از خانواده باشم، شرایط عجیبی برام نیست. شاید به مراتب بعضی اوقات راحت ترم باشم. صحبتام طولانی شد. به عنوان در واقع صحبت پایانیم، یک شعری، من خیلی علاقه دارم به این شعر. این شعر از فرخی یزدیه که بی ارتباط با تاپیک اینجا نیستش. اگر اجازه بدید اون شعر رو میخوام برات بخونم. بفرمایید. سوگواران را مجال بازدید و دید نیست، باز گرد ای عید از زندان که ما را عید نیست. گفتن لفظ مبارک باد توتی در قفس، شاهد آینه دل داند که جز تقلید نیست. عید نوروزی که از بیداد زحاکی عزاست، هر که شادی می کند از دوره جمشید نیست. سر به زیر از آن بدارم من که دیگر این زمان، با من آن مرغ غزل خانی که می نالید نیست. بی گناهی گر به زندان مرد با حال تباه، ظالم مظلوم کش هم تا ابد جاوید نیست. هرچه اوریانتر شدم گردید با من گرمتر، هیچ یار مهربانی بهتر از خورشید نیست. وای بر شهری که در آن مزد مردان درست، از حکومت غیر حبس و کشتن و تبعید نیست. صحبت عفو عمومی راست باشد یا دروغ، هرچه باشد از حوادث فرخی نومید نیست. ممنونم از وقتی که به من دادی. بسیار سپاسگزاریم، شعر بسیار زیبایی بود.
با هم رسانی، کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید. دکمه سابسکرایب یادتون نره.